سرخط خبرها. دومین روز اعتراض در اصفهان به وضعیت بد اقتصاد. معاون استاندار میگوید تجمع مجوز نداشته و دستهای خارجی به دنبال تحریک مردم هستند. وضعیت نامشخص حدود 50 فعال محیط زیست در ایران. خانواده‌های افراد بازداشتی دست به دامان رؤسای سه قوه شدند. آتشی در عراق که دودش به چشم ایرانی ها هم می رود. حورالحویظه دوباره در حریق. چهارشنبه شبتون بخیر. منطقه شاپور جدید در اصفهان صحنه دومین روز از اعتراض ها به سقوط ریال، گرانی، بیکاری و وضع بد معیشت بوده. در مقطعی هم پلیس با خودروی آب پاش با تظاهر کننده ها برخورد کرد. معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفته این تجمعات بدون مجوز انجام شده و بعضی قصد سوء استفاده از مطالبات صنفی را داشتند تا به آن وجهه سیاسی ببخشند. در همین حال، در حالی که تا چند روز دیگر روند بازگشت تحریم‌های آمریکا آغاز می‌شود، حسن روحانی رئیس جمهوری زیر فشار است تا کابینه‌اش را تغییر دهد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. در اصفهان امروز در نزدیکی پل امیرکبیر، این دومین روز ناآرامی در شمال غرب شهر اصفهان است. اعتراض‌ها به قیمت ارز، گرانی، بیکاری، کمبودهای آب و برق، ناتوانی حکومت دولت در ارائه حداقل خدمات و شرایط خراب کار و کسب. هیچ وقت میزان نارضایتی ها در سطح کشور تا این حد نبوده و همه اینها حتی قبل از شروع تحریم های تازه آمریکا. سوال تعدادی از نمایندگان معتقد، حتی در مجلسی که کمتر کسی معتقد است نماینده اراده ملی است، نمایندگان به صدا درآمدند و خواهان بازخواست از رئیس جمهوری شدند. مجلسی که قرار است اکثریتش حامی او باشد. سوال با 5 محور ذیل اعلام وصول می‌گردد. 199 نفر از نمایندگان همچنین از رئیس جمهوری خواستند تغییرات وسیعی در تیم اقتصادیش بدهد. ما این را حق می‌دانیم که در این شرایط باید تیم قوی در بخش‌های مختلفی که به مخصوصا به اقتصاد مربوط است فعال باشند. انشاءالله پیگیری خواهیم کرد در شرایط جدید اقتصاد. از سوی دیگر این اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری که حالا گفته می‌شود ممکن است در پی استعفای دیروز سخنگوی دولت سخنگوی جدید باشد، او اینجا از استانداران خواست همه راه‌های مرزی را برای ورود کالاها باز کنند. تشویق قاچاق به عنوان راهکار. ما یک کشور کوچولویی نیستیم اینا اینجوری با مون بخوان رفتار بکنن. هر استانداری باید راه‌های مرزی پیدا بکنه، فعال بکنه که اون چه نیاز نه تنها استان خودش، اون چه نیاز کشور هست در مبادلات مرزی بتونه جابجا بکنه. معلوم نیست دولت و حکومت پاسخی قانع کننده برای مطالبات این مردم داشته باشن. کسرانا جی بی بی سی. همونطور که گفته شد محله شاپور جدید اصفهان صحنه دومین روز اعتراض‌ها به وضعیت اقتصادی بود. روایت یکی از شاهدان را از تظاهرات امروز بشنویم. اعتراض کارگران و کارگزاران شرکت صنعتی امیرکبیر به خاطر مشکلات معیشتی و گرانی و تحولات وحشتناک ارزی بوده که باعث شده تولید با مشکل روبرو بشه و تعداد زیادی از کارگاه‌ها تعطیل شدن. دیروز هم یکم اعتراض بود ولی کمتر از امروز بود. تجمع تظاهرات از میدان نوآوران آغاز شد با وجود ممانعتی که هم اول نیروهای انتظامی به وجود می آوردن ولی آخرش حرکت به سمت امام خمینی آغاز شد. توی مسیر چند بار نیروهای انتظامی به صورت دیوار نیروهاش روی روبرو مردم قرار داد که مردم با فشار آوردن و درگیری جزئی به خیابان امیرکبیر رسیدن. تو خیابان امیرکبیر تقاطعش با خیابان امام خمینی هزار فلزی کشیدن ولی بازم ازدحام جمعیت باعث شد که مردم بتونن حصار رو کنار بزنن و حالا نیروهای ماشین آب پاش هم بود ولی خب جواب نداد. مردم تونستن برسن به خیابان امام خمینی. تو خیابان امام خمینی حرکت به سمت دروازه تهران آغاز شد ولی خب
اونجا دیگه نیروی یگان ویژه و پلیس ضد شورش با مردم درگیر رو زد و خورد پیدا کرد. مردم هم برای دفاع از سنگ استفاده میکردن از خودشون، ولی در نهایت با تعداد زیادی گاز اشکاور و گاز فلفلی که زدن و گلوله‌های پینتبالی که به سمت مردم شلیک میشد، بعد از 10-15 دقیقه درگیری مردم هم تونستن متفرق کنن و تظاهرات حالا تموم شد. در ایران ماهاست که گروهی از فعالان محیط زیست به جاسوسی متهم و بازداشت شدند. بیش از 40 نفر در شهرهای جنوب و 8 نفر هم در تهران. خانواده این 8 نفر در نامه به رؤسای سه قوه خواهان روشن شدن وضعیت آنها شدند. آناهیتا شمس گزارش می‌دهد. شرایط عزیزانمان بسیار نگران کننده است. بخشی از نامه سرگشاده اعضای خانواده فعالان محیط زیست که در ایران زندانی هستند. مخاطب نامه سران سه قوه. خانواده 8 فعال محیط زیست که 6 ماه است به اتهام جاسوسی در تهران بازداشت شدند، میگویند که آنها در زندان اوین در سلولهای کوچک چند نفره به سر میبرند. خانواده این فعالان در نامه خود درخواست کردند هیئت منتخبی از نمایندگان مجلس و دولت به جهت شفاف سازی دیداری با بازداشت شدگان در بند 2 الف اطلاعات سپاه داشته باشند و در فضای آزادانه صحبت‌های این بازداشت شدگان را بشنوند. می‌خواستم خواهش کنم که از این جور صحبت‌ها مطلقاً مایوس نشید. قابوس سید امامی، مدیر مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان هم 6 ماه پیش به همراه این 8 نفر بازداشت شده بود، اما 15 روز بعد مقامات قضایی گفتند که در سلولش خودکشی کرده است. دولت 11 کمیته 4 نفره‌ای هم که به دستور رئیس جمهوری برای رسیدگی به پرونده این بازداشت شدگان تشکیل شده بود، به این نتیجه رسید که آنها باید آزاد شوند، چرا که هیچ سندی برای اثبات اتهام‌های مطرح شده علیهشان وجود ندارد. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، و محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس هم گفتند که دلیلی برای جاسوس بودن فعالان محیط زیست وجود ندارد. اما دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی گفته مقامات اجرایی حق دخالت در پرونده های قضایی را ندارند و اظهار نظر در این مورد در حد آنها نیست. مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری که قصد داشت وکالت فعالان بازداشت شده را به عهده بگیرد، به نشر اکاذیب متهم و هفته پیش به دادسرا احضار شده. در ماه‌های پیش گزارش‌هایی از وارد آوردن فشار به فعالان محیط زیست در زندان و همچنین خانواده‌های آنها منتشر شده است. 2 ماه پیش کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، یکی از بازداشت شدگان، در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشت که خانواده‌ها تهدید شدند که در صورت پیگیری پرونده ممکن است فرزندانشان اعدام شوند. در آخرین نامه خانواده‌های این بازداشت شدگان آمده سقف آنها آسمان و تختشان خاک ایران عزیز بوده که بدون هیچ مدرکی دستگیر شدند. ابهام در مورد پرونده این بازداشت شدگان در حالی ادامه دارد که مشکلات زیست محیطی ایران روز به روز پیچیده تر می شود و بسیاری از فعالان محیط زیست با توجه به ابهامات این پرونده نمی دانند محدودیت مجاز فعالیتشان کجاست. آناهیتا شمس، بی بی سی. سرخط خبرهای مهم روز. دومین روز از اعتراضات در محله شاهپور جدید اصفهان، معترضان شعارهای سیاسی هم سر می‌دهند، اما معاون استانداری می‌گوید اعتراضات صنفی است و محدود. خانواده شماری از فعالان محیط زیست بازداشتی در ایران به سران سه قوه نامه نوشته و خواهان رسیدگی به وضعیت آنها شدند. در ادامه برنامه، نگرانی از تخریب چایخانه معروف در دوشنبه تاجیکستان. مقام های عراق برای مهار آتش در حورالهویزه از جامعه بین‌الملل کمک خواستند. آتش سوزی در اوایل تابستان شروع شد که با کمک هلیکوپترها و نیروهای آتش نشان ایران خاموش شد، ولی آتش دوباره زبانه کشیده و نیزارها و پوشش گیاهی بخش شرقی این تالاب را که هم جوار ایران است در بر گرفته. شهریار سیامی گزارش می‌دهد. این آتشی است که دوباره شروع شده، آتشی که 1 ماهی به جان نیها افتاده بود و باد دود آن را به شهرهای خوزستان می آورد. کلن دودی که می بینین یکم ما داریم اذیت می شیم، واقعا هم اذیت می شیم. چند روز گذشته تنین سمون بار دارم بستهی می شیم. تالاب هویزه یا آنچه در عراق به آن گفته می شود، حورالعظیم بزرگترین تالاب خوزستان است.
یک سوم این تالاب در ایران قرار دارد. شدت گرما و خشک بودن هوا باعث شروع آتش سوزی شد. تصاویر گاومیش‌های سوخته مردم محلی اولین خبرهایی بودند که از این آتش سوزی به مردم پایتخت رسید. 10 روز پیش ایران تلاش کرد با استفاده از هلیکوپتر آتش را خاموش کند. 3 روز عملیات خاموش کردن آتش طول کشید. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست گفت خاموش کردن آتش در عراق مشکلاتی دارد، چون فقط دولت عراق آنجا تصمیم گیرنده نیست. و البته اشاره کرد که ممکن است عملیات خاموش کردن آتش با موفقیت کامل انجام نشود. شعله های آتش باز بلند شدند و باز هم دود آن را به شهرهای خوزستان می آورد. آسمان هویزه، بستان و حتی اهواز، آبادان و خرمشهر گاهی تیره و پردود می شود. رئیس محیط زیست گفته فعلا چاره کار استفاده از ماسک است. شهریار سیامی، بی بی سی. حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران که از زندان به مرخصی آمده بود به اوین برگشته. آقای بقایی به اتهام تصرف در اموال دولتی، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی به 15 سال حبس محکوم شده. او که پیشتر در اعتراض به حکمش اعتصاب قضا کرده بود، پیش از رفتن به زندان تاکید کرد که بیگناه است و خواستار محاکمه مقام‌های قضایی شد. قائد سازمان اطلاعات سپاه خواهیم دید اینا ظالمن، ظلم میکنن. قوه قضایی ظالمه، دستگاه قضایی ظالمه. یه روز این در اوین باز شه ببینی چه ظلم هایی داره توش اتفاق میفته. قوه قضایی ظالم است، صادق لاریجانی ظالم است. من افتخار میکنم که در برابر این ظالمین ایستادم. من باز تکرار میکنم، نه دخترم جاسوسه، نه 63 حساب بانکی دارم، نه آبروی ایران رو تو خارج بردم. حمید بقایی بود، معاون محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری پیشین که کنار او ایستاده بود قبل از اینکه امروز بعد از مرخصی به زندان اوین برگرده. در 2 خبر کوتاه، در افغانستان مقام‌های ارتش می‌گویند بیش از 150 نفر از نیروهای داعش از جمله رهبرشان مولوی حبیب الرحمن در ولایت جوزجان تسلیم دولت شدند. همزمان گروه طالبان مدعی شده که در عملیات در همین ولایت توانسته نیروهای داعش را ریشه‌کن کند. سخنگوی والی جوزجان درگیری طالبان با داعش را تایید کرده و گفته بیش از 100 نفر از دو طرف کشته شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل از عربستان خواسته که فعالان مدنی را آزاد کند. در 2.5 ماه گذشته دست کم 15 منتقد دولت دستگیر شدند. شماری از آنها کسانی هستند که برای برداشته شدن ممنوعیت رانندگی زنان فعالیت می کردند و با وجود رفع این ممنوعیت بازداشت ماندند. منتقدان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان میگویند اثری از اصلاحات او در صحنه سیاست دیده نمی شود. در آمریکا دادگاه رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ آغاز شده. محاکمه پل منافورت اولین محاکمه علنی در چارچوب تحقیقات درباره احتمال همکاری اطرافیان آقای ترامپ با روسیه در انتخابات ریاست جمهوری است. در همین حال شبکه فیسبوک گفته 32 صفحه و حساب کاربری را بسته که گمان می‌کند هدفشان تاثیرگذاری بر انتخابات میان دوره آمریکا بوده، انتخاباتی که 3 ماه دیگر برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر از هادی نیلی در واشنگتن. پل منافورت از حلقه نزدیکان و معتمدان کسی که کمی بعد رئیس جمهور آمریکا شد در مجمع انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه روی صحنه بود و صحنه‌گردان، ولی چند هفته بعد با مطرح شدن سوال‌های درباره ارتباط او با دولت‌های خارجی وادار به استعفا از ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ شد. رئیس سابق ستاد ترامپ امروز در یک زندان چسبیده به پایتخت آمریکا در حبس است، با اتهام‌های مرتبط به زمانی قبل از اینکه به ستاد ترامپ بپیوندد. متهم به پولشویی میلیون‌ها دلار نقد زمانی که به دولت اوکراین مشاوره سیاسی می‌داده، از جمله مشتریانش رئیس جمهور سابق اوکراین ویکتور یاناکوویچ که مورد حمایت روسیه بود. حالا دادستانی آمریکا می‌گوید او پول‌ها را از طریق حساب‌های خارجی در مناطق مجلل منتقل و بعد صرف ولخرجی‌هایش می‌کرده، از خرید املاک چند میلیون دلاری در نیویورک و ویرجینیا گرفته تا حدود 1.5 میلیون دلار خرج پوشاک. پل منافورت اتهام پولشویی و تقلب مالی را که میتواند تا 30 سال حبس داشته باشد رد میکند. ریک گیتس دست راست آقای منافورت در ستاد ترامپ هم با اتهامهای مشابهی مواجه بود، ولی بیشتر آنها کنار گذاشته شدند در عوض همکاریش با تحقیقات درباره ادعای دخالت روسیه در انتخابات. انتظار میرود او علیه پل منافورت شهادت دهد.
در این پرونده پای رئیس جمهور آمریکا مستقیما گیر نیست، ولی اینها نخستین اتهامهایی هستند که رابرت مولر بازرس ویژه رسما در دادگاه مطرح کرده، کسی که در رأس تحقیقات درباره این است که آیا ستاد ترامپ با روسیه تبانی کرده یا نه. آقای ترامپ در توییتر گفت که تبانی جرم نیست، ولی منکر این هم شد که اصلا تبانی در کار بوده. گروه کوچکی از معترضان ضد ترامپ که بیرون دادگاه منافورت جمع شده بودند، از جمله جمعیت آمریکایی‌هایی هستند که معتقدند تبانی رخ داده. شاید پل منافورت پاسخ سوال‌های بسیاری را داشته باشد. با به جریان افتادن دادگاه او، خیلی‌ها منتظرند ببینند که آیا او هم در نهایت به همکاری با بازرس ویژه رو می‌آورد یا نه. همزمان فیسبوک هم اعلام کرده که چند ده صفحه و حساب کاربری را بسته است که برای تاثیرگذاری بر فضای انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ایجاد شده بودند. انتخاباتی که در میانه پاییز برگزار می‌شود و در آن همه کرسی‌های مجلس نمایندگان و یک سوم مجلس سنا به رأی گذاشته می‌شود. فیسبوک می‌گوید هنوز دقیقاً نمی‌داند چه کسی پشت این عملیات بوده، اما هر که بوده ظاهراً خیلی تلاش کرده تا هویت و نزدیکی‌اش به یک عملیات مشابه وابسته به روسیه را قایم کند که به گفته مدیران فیسبوک در اختلال در انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا فعال بوده. انتخاباتی که حالا بیش از 600 روز از آن می‌گذرد، اما هنوز پلیس فدرال و وزارت دادگستری آمریکا درگیر تحقیق درباره آنند. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. رئیس جمهوری آمریکا دوباره گفته که فکر می‌کند رهبران ایران به زودی با آمریکا گفتگو خواهند کرد. فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی گفته او این آرزو را به گور خواهد برد. در همین حال جمعی از نمایندگان مجلس ایران از حسن روحانی خواستند به مقام‌های کشوری و لشکری اجازه ندهد در امور بین‌المللی اظهار نظر غیر مسئولانه کنند. ژیار گل گزارش می‌دهد. فرماندهان سپاه پاسداران ایران آمریکا را به مبارزه می طلبند. اما جمعی دیگر خواهان سکوت نظامیان در این برهه حساسند. دیروز محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در نامه‌ای با لحن تندی به پیشنهاد دونالد ترامپ برای ملاقات بدون پیش شرط با رهبران ایران تاخت. او در این نامه خطاب آقای ترامپ گفت ایران کره شمالی نیست که به درخواست ملاقات شما پاسخ مثبت بدهد. او گفت مردم ایران هرگز به مسئولین خود اجازه مذاکره و ملاقات با شیطان بزرگ را نمی دهند. شما این آرزو را به گور خواهید برد. فرمانده کل سپاه در حالی از جانب مردم هر گونه ملاقات با آمریکا را رد می کند که هزاران نفر از ایرانیان در گوش و کنار این کشور از وضعیت کنونی به تنگ آمدند. الان واقعا مردم دارن بدترین شرایط زندگی رو می گذرن. حتی اونایی که وضع مالی خوبی دارن واقعا دارن می نالن و حق هم دارن. در داخل وزارت دفاع ما جمعی از نمایندگان مجلس با استناد به اصل 100 قانون اساسی با امضای نامه خطاب به حسن روحانی مسئولیتش در مدیریت سیاست خارجی را به او یادآوری کردند و از رئیس جمهوری ایران خواستند که از اظهار نظرهای غیر مسئولانه مقامهای کشوری و لشکری در مورد مسائل بین المللی جلوگیری کند. دیروز دونالد ترامپ در یک گردهمایی در فلوریدا دوباره برای دیدار با رهبران ایران ابراز امیدواری کرد. توافق هسته‌ای با ایران یک نمایش وحشتناک بود. امیدوارم همه چیز با ایران خوب پیش بره. اونا همین حالا هم مشکلات زیادی دارن. احساس من اینه که اونا به زودی با ما صحبت خواهند کرد. شاید هم نه، اما اینم عیبی نداره. پس از پیام آقای ترامپ، بیشتر مقامات ایرانی از بی‌اعتمادی به آمریکا سخن گفتن و خروج این کشور از برجام را غیرقانونی می‌خوانند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی نوشته که آمریکا باید خود را مقصر بداند، چون با خروج از برجام به تعامل با ایران پایان داد. تهدید، تحریم و تبلیغ اثر ندارد. احترام به ایران و تعهدات جهانی را امتحان کنید. مردم ایران دو هفته پر از تهدید و پیشنهاد را پشت سر گذاشتند. تهدیدهایی که باعث سقوط ارزش پول ایران شد و پیشنهادهایی که امید را در بسیاری زنده کرد. هفته آینده اولین دور تحریم‌های آمریکا علیه ایران باز خواهد گشت. همین امروز رئیس سازمان بسیج از دولت خواسته که آرایش جنگ اقتصادی به خود بگیرد.
این در حالی است که بسیاری از مردم ایران با بیکاری، گرانی و تورم شدید روبرو هستند. ژیار و گل، بی بی سی.